سلام، پنجشنبه اول تیر 91 21 ژوئن 2012 میلادی در مورد 9 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه بعد از شکست مذاکرات مسکو پس لرزه های اتفاق افتاده که پاره از اونها از این قراره دلار در تهران از مرز 1823 تومان عبور کرد. صادرات نفت ایران در ماه ژوئن تا اینجا به طور متوسط 1.2 تا 1.3 میلیون بشکه نفت در روز بوده. ماه می ماه گذشته این عدد بین 1.5 تا 1.6 میلیون بشکه متوسط روزانه بوده، در حالی که سال گذشته متوسط صادرات ایران 2.2 میلیون بوده. البته سهمیه ایران در اوپک 2.5 میلیون بشکه نفت در روزه، ولی توان استخراجش رو نداره، ضمن اینکه الان مشمول تحریم شده. شرکت سینوپک چین که یکی از بزرگترین خریدارای نفت ایرانه اعلام کرده برای ماه جولای اگر بخواد نفت بخره پول حمل و نقلش رو ایران باید بپردازه. در واقع اردک لنگ گیر آورده و داره امتیاز میگیره. آقای لورن فابیوس وزیر خارجه دولت سوسیالیست فرانسه و آقای ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا هم جداگانه در اطلاعیه‌های رسمی اعلام کردند که تشدید تحریم ها علیه ایران شروع خواهد شد. آقای سناتور رابرت منندز هم که در سناتور دموکرات کنگره امریکاست اعلام کرده که در چند روز آینده لایحه تشدید تحریم ها رو به کنگره خواهند داد و ابراز امیدواری هم کرده که دولت اوباما تحریم بانک مرکزی رو از اول جولای برابر قانونی که قبلا تصویب شده شروع کنه. نکته دوم این که آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس توسعه پایدار به دعوت سازمان ملل در ریو دو ژانیرو به سر میبره، میخواسته در حاشیه جلسه با خانم دیلما روسوف رئیس جمهوری برزیل ملاقات بکنه که این تقاضا رو رئیس جمهور برزیل رد کرده. قبلا آقای لولا دا سیلوا که رئیس جمهور برزیل بود به احمدی نژاد نزدیک شده بود، ولی انتقادهای تند و تیزی که مطبوعات برزیل و سازمانهای حقوق بشری کردن باعث شده که خانم دیلما روسوف دست به عصا حرکت بکنه. قبل از ریو آقای احمدی نژاد به بولیوی رفته بود که در فرودگاه 100 نفر رو لباس بومی تنشون کرده بودن، برایشون پرچم تکون داده بودن و شعار در دفاع از برنامه اتمی ایران داده بودن، برای اینکه قاعدتا آقای احمدی نژاد سر کیسه رو شل بکنه و از کیسه خلیفه باز هم به بولیوی پول ببخشه. شاهدش هم آقای مورالس رئیس جمهوری بولیوی که در صحبت گفته بود که ایران به تنها ابر قدرتی است که با دست پر میاد، بقیه فقط وعده میدند و عمل نمی کنن. نکته سوم این که واشنگتن پست در مقاله توضیح داده از اینکه بدافزار فلیم یا شعله که باید اون رو جاسوس افزار خوند، چون که در خدمت جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات بوده، بیش از 5 سال بوده که در ایران کار میکرده و توسط آمریکا و اسرائیل مشترکاً ساخته شده و استاکسنت هم حاصل همین پروژه مشترک. البته واشنگتن پست نوشته حمله به سیستم وزارت نفت که چندی پیش اتفاق افتاد کار اسرائیلی ها بدون هماهنگی امریکایی ها بوده. آقای تقی‌پور وزیر ارتباطات هم گفته که از طریق وزارت خارجه به محافل بین المللی شکایت خواهند کرد و ضمناً آنتی ویروس این فلیم رو هم تولید کردیم، گفته که در اختیار دستگاه ها قرار دادیم. در 2 روز گذشته سایت بانک مرکزی بالا نمی اومد، مشکل داشته که بعضی ها معتقدن مورد حمله سایبری قرار گرفته. بانک مرکزی خودش چیزی نگفته و البته الان سایتش ظاهرا کار میکنه. نکته چهارم این که سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در صحبتی گفته که ما یک متحد متعهد هم نداریم، اونها
که میگند ولی در عمل ریاکاری میکنند و اشاره مستقیمش در واقع به روسیه و چینه که در همین مذاکرات مسکو همون جوری که ایران دلش میخواسته پشت ایران نبودن. نکته پنجم اینکه رزمایش امر معروف نهی از منکر خانه به خانه که قبلا آقای نقدی گفته بود، بسیج مشهد اعلام کرده که قرار است در دو دهکده اجرا بشه و 300 تا خانوم برن خونه دهاتی ها اهل ده بنده خدا و خونه به خونه بشینن صحبت کنن، اونها رو به حجاب و لابد اسلام و اینها دعوت بکنن. در محل نمایشگاه ها هم کنسرت برگزار می شد که دوباره نیروی انتظامی هجوم برده به بهانه بد حجابی مزاحم زن و بچه مردم شده. این برای چندمین باره که در یکی دو هفته گذشته به کنسرت ها حمله می کنند و اوقات مردم رو تلخ می کنند. نکته ششم این که رانندگان کامیون های حمله سیمان تهران که بیش از 500 راننده دست به اعتصاب زدند برای اعتراض به نرخ حمل و نقلی که دارند و خواهان افزایشش هستند، در پنجمین روز اعتصاب خودشون مواجه شدند با تهدیدهای حراست کارخانه، مقامات امنیتی، فرماندار و تهدید به دستگیری، زندان و اخراج از کار. به هر صورت معمولا اعتصابات به این مرحله که میرسه این ماجرا پیش روش قرار میگیره و عبور از این مرحله با موفقیت در گروه حفظ اتحاد مجموعه اعتصابیونه که امیدواریم که رانندگان کامیون های حمل و نقل بتوانن اتحاد خودشون در این مرحله حفظ بکنن. نکته هفتم این که در سالگرد 18 تیر خوابگاه دانشگاه تهران 10 روز قبل و 10 روز بعد، یعنی از 7 تیر ماه تا 28 تیر ماه تعطیل خواهد بود. چند ساله که حکومت از ترس اتفاقی که و اعتراض یا یادآوری از اون حمله حضرات به کوی دانشگاه معمولا 18 تیر رو تعطیل میکنن خوابگاه را، امسال 10 روز قبل و 10 روز بعد این کار رو کردن. نکته هشتم این که محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی که 25 روز در اعتصاب قضا به سر میبره و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان هست، در نامه خطاب به صادق لاریجانی گفته بهتر شما به دلیل همه تباهکاری ها، سیاه کاری ها، شکنجه ها و بیقانونی هایی که انجام میشه استعفا بدی و بری. حسین رونقی ملکی هم که به بیمارستان منتقل شده بود بعد از اعتصاب قضا و اعتراضش به عدم معالجه زیر مورد جراحی کلیه قرار گرفت، اما یک هفته از جراحی نگذشته دوباره میخوان حسین رونقی رو به زندان برگردن، علی‌رغم اینکه بیمارستان و پزشکان معتقدن او لااقل یکی دو ماه باید تحت نظر و بعد از عمل کنترل بشه. قبلا هم مقامات امنیتی این کار رو کردن و عملهای قبلی حسین روی کلیش رو به این ترتیب به شکست کشوندن. خانواده های فعالین کارگری هم که در کرج چندی پیش دستگیر شدن جلوی دادستانی کرج تجمع داشتن اما هیچ پاسخی نگرفتن و معلوم نیست عزیزانشون کجا هستن، حتی تو کامپیوتر دادستانی نیستن و بنابراین راهی زندان رجایی شهر شدن بلکه بتونن سراغی از دستگیر شدگانشون بگیرن. این هم شگرد حضراته که وقتی دستگیر میکنن حتی وارد کامپیوتر پلیس و نگهبان زندان هم نمیکنن و جوابی هم به خانواده ها نمیدن. و نکته آخر اینکه در 24 ساعت گذشته شایعات متعددی دال بر مرگ آقای مبارک دیکتاتور سابق مصر در رسانه‌های مختلف دنیا مطرح شد و سرانجام یک عضو شورای نظامی مصر تایید کرد که آقای مبارک فوت کرده و مرگ او رو به دلیل سکته مغزی و سکته قلبی تایید کرد. البته گفته میشه که هنوز او رو به دستگاه بستند و در واقع بیولوژیکی خون گردش داره ولی در واقع آقای مبارک
فوت کرده. به هر حال در آستانه روزی که قرار نتایج انتخابات مصر اعلام بشه و مقداری هم تنش در جامعه مصر در ابعاد مختلف هست، این مرگ این دیکتاتور اگر اتفاق بیفته شاید پاره از مشکلات و اختلافات رو حداقل حل بکنه. به هر حال مبارک هم به سرنوشت سایر دیکتاتورها مواجه شده و این راهی است که دیر یا زود همه دیکتاتورها میرند تا کی نوبت دیکتاتور ایران برسه. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.